تشکر عفیز جان. از خودت سلام خدمت عزیزایی که تازه بیننده برنامه صبح زندگی شدن. سپاسگزاری میکنیم از عزیزایی که تا این دم برنامه صبح زندگی را همراهی کردن. عزیزا در خدمت شما هستیم. پس از یک مدت نسبتا طولانی، مطمئنا وقتی که ما در برنامه صبح زندگی میام شما شاید سوالات در ذهنتان بگرده که البته از سینما خود صحبت کردیم. بله، از سینما صحبت میکنیم و شما میدانین که پس از تحولات آخر البته در سینماها در افغانستان بسته شده بود. پس خبر خوشی که میخوایم در این برنامه برای شما بگم که پس از هفت ماه، هفته گذشته، بزرگترین سینمای که در افغانستان سینمای آریانا است البته درش باز شد و یک جشنواره به نام جشنواره دیدن ناو در این سینما هم افتتاح شد. یک گزارش آماده کردیم از جریان افتتاح سینمای آریانا و جشنواره دیدن ناو. بازگشایی قدیمی ترین سینمای افغانستان در کابل پس از تحولات سیاسی اخیر. در حالی که با سقوط دولت پیشین سینماها نیز در کشور تعطیل شده بود، اما امارت اسلامی افغانستان پس از هفت ماه قدیمی ترین سینما را در کشور هفته گذشته بازگشایی کرد. این سینما که بزرگترین سینمای افغانستان محسوب می شود، طی مراسم با حضور هنرمندان و برخی مقامات امارت اسلامی در کابل گشایش یافت. سر سبز و شاداب کنیم بوستانی میهن، گلگون بسازیم کودامانی میهن. سینما در طول تاریخ نچندان طولانی خود همواره وسیله برای تنوع طلبی، غفلت و سرگرمی منفی بوده و در راستای استفاده شده است. همزمان با بازگشایی مجدد سینما آریانا توسط امارت اسلامی در کابل، جشنواره فیلم کوتاه تحت عنوان دید نو با همکاری شاروالی کابل و چند نهاد دیگر فرهنگی برای ترغیب هنرمندان به تولید داخلی با محتوای هنری و نگاه به پیشرفت و آینده افغانستان در این سینما برگزار شده است. ناظم صاحب، جشنواره دید نو قرار شد تلویزیون ملی البته با حمایت از موسسه صوتی تصویری موج یک جشنواره به نام دید نو برگزار کنند و از ما خواستند که من حیث یک نهاد شخصی در این جشنواره همکار باشیم. قسمی بود که سینما در حقیقت یعنی فکر میکردن مرده، اما ما آمدیم امروز شما میبینید که تالار سینمای آریانا را درش باز کردیم که اصلا تصورش مردم نمیکرد که سینما دروازه دوباره باز شود و جشنواره فیلم برگزار شود در این دوران، و خوشبختانه خیلی خوشحال هستم که همچین یک حالت میبینم. در این مراسم شماره از هنرمندان سینما در مورد بازگشایی سینما و جشنواره دید نو نیز ابراز نظر نمودند. ډیره مننه ګرانه دا چې تحولات راغلل په افغانستان کې اسلامي امارت راغی. د هنر ډګر کې یو څه کموتیان راغلی وي. زموږ هنرمندان، لوبغاړي، سندرغاړي، البته د ډایرکټران، لیکوالان یو څه ورخته وو. ورخته په دې معنی چې امارت شاید سینما ته لاره پرانیزي، امکان لري د سینما مخالف وي، د فلمونو مخالف وي. ولې خوشبختانه چې نن ورځ تاسو ولیدل چې دلته د سینما په اړه د هنري او مستندو لنډو فلمونو په اړه یو پروګرام ترتیب شوی دی آریانا سینما کې. ګڼ شمېر خلک، هنرمندان، لوبغاړي، ډایرکټران، استادان راغلي دي. نو هنرمندان ته دا امید ورکوي چې شاید امارات وتوانېږي راتلونکي کې هنرمندانو ته د سینما په اړه یو دروازه پرانیزي، او دوی وکولای شي هنري او مستند فلمونه جوړ کړي، وکولای شي د خپل ټولنې د جامع ناخواله د سینما لارې لیدونکو ته وړاندې کړي. ان شاء الله به توکل خدا میگم که امی قسم اگر ادامه پیدا کنه، هموطنای ما که خارج از افغانستان هستن، سینماگرای ما، هنرمندای ما دوباره پس بیاین. اما امروز که ما آمدم جشن پرشوری که سابق داشت حالی نداشت، چون بعد از مدت زیاد سینما در حکومت طالبا دروازش باز شد. ای بر ما جای افتخار است.
دکتر لبیب رئیس بخش هنرهای نمایشی رادیو و تلویزیون افغانستان در این مراسم گفت سینما با دین تعارض ندارد و باید از ظرفیت این هنر برای تبلیغ اسلام و پیشرفت افغانستان استفاده کنیم. وی تصریح کرد که از هنر سینما می توان برای تبلیغ و ترویج اسلام بهره گرفت و موضوع سینمای اسلامی در دستور کار دولت فعلی قرار دارد و در این راستا اقدام به برگزاری نخستین جشنواره فیلم کوتاه تحت عنوان دید نو برای بررسی هنر نوظهور و سینمای اسلامی اقدام شده است. که هم مردم و هم سینماگران کشور را تشویق کرده و در وجودشان انگیزه مثبت‌گرایی را دوباره زنده بسازد تا بتوانیم با استفاده از هنر سینما و خلاقیت‌های سینماگران و فیلمسازان دست به دست هم داده برای یک افغانستانی آباد و مترقی تلاش بکنیم. با گفته ی آقای لبیب این جشنواره در حال برگزار شده است که نشر تعداد زیاد سریال های خارجی حتی با محتوای اسلامی از شبکه های تلویزیونی افغانستان قطع گردیده تا باشد با تولیدات سینمای افغانستان رونق ببخشند. زمانی که در جنگ جهانی دوم دولت بریتانیا قصد داشت که امریکا را ترغیب به حضور در جنگ کند، نخستین گام آمادگی اعضای عمومی برای قبول این امر و این تدبیر اولین سیاست مداخله در محتوای فیلم‌های سینمایی بود. این خو یک واقعیت است که سینما به ذات خود کدام مشکلی نداره، فقط استفادهش فرق میکنه که استفاده منفی شوه و نه خوب نیست، استفاده مثبت شوه دیگه تولیدی موافق با فرهنگ و عنانات ما شما تولید داشته باشیم دیگه، او همیشه انشاءالله که حمایت صورت میگره از جانب امارت اسلامی هم که انشاءالله مشکلی نخواهد بود. یک تعداد فیلمایی که قبلا ساخته می شد بر از اونا فکر میکنین اجازه خواهد داده خود که ادامه بتن کارهای خود؟ دامی جشنواره تمام چارچوکات مشخص کرده با در کدام قالب فیلم بسازن؟ البته از طرف جشنواره خو کدام چارچوب مشخص ما نشر نکردیم، ولی ای خو یک چیز هویدا واضح هست که همه چیزایی که اسلامی بسازیم، هنرمندای ما شما، سینماگرای ما شما، فیلمسازای ما شما همه شان شکر الحمدلله مسلمان هستن و افغان هستن دیگه، با رواج و فرهنگ و عنانات ما شما دیگه آشنایی و بلدیت هم دارن دیگه، چیزایشان که این اسلامی باشه و مطابق با پالیسی امارت اسلام، مطابق با شرط اسلامی ما شما باشه، ان شاء الله او مشکلی نداره. همه چیزایی که مثلا منفی می ساختن دیگه مثبت بسازن، آل خونه سریال های خارجی هم دیگه ممنوع شده دیگه، ما شما یک تولیدی از خود داشته باشیم، دم شبکه ها و تلویزیون های خود از خود باید نشرات داشته باشیم، تولیدات اسلامی و فرهنگی و عنوناتی ما شما موافق به مو باشه، ما شما تولید خود داشته باشیم. پیام ما میسته که فعالیت خود به نحوی احسن و به مثبت و به فایده کشور و ملت خود ما شما ادامه بدن. بله زا، این خبر خوش به تمامی شما سینما دوستا و سینماگرای عزیز ما تبریک میگیم. و در استودیو مهمان بسیار گرامی داریم، آقای شاهپور فرهمند که بیشتر در مورد جشنواره دید نو صحبت خود کردن، البته رئیس اجرایی این جشنواره هستند. صداقت صاحب خوش آمدین به برنامه. سلام خدمت شما، خدمت تمام بینندگان عزیز تلویزیون زیبای آریانا، چه در داخل کشور چه در خارج از کشور. شاهپور صداقت هستم، احترامات خود تقدیم میکنم، صبح زیبایتان بخیر و زندگیتان پر تراوت بود. تشکر از اینکه تشریف آوردین و میشه در مورد جشنواره دید نو بیشتر صحبت بکنین؟ مطمئنم دوستا میخواین که بیشتر در مورد جشنواره بتانم. خدمت دوستا عرض شد، خدمت شما، ما وقتی که در تلویزیون ملی امروی مسئولین نشستیم صحبت کردیم، پیش از او فضا قسمی بود که یک تعداد سینماگرها و هنرمندای ما در حالت انزوا قرار داشتن، سردرگمی قرار داشتن. آیا ما میتونیم به حرفه خود ادامه بدیم؟ آیا ما میتونیم یک بار دیگه از طریق مسلک خود و هنر خود مستر خدمت واقع شویم؟ این سوالات در ذهن ما وجود داشت و فشارهای روحی هم زیاد روی هنرمندا چی بود غالب شده بود. امروی مسئولین صحبت کردیم در مورد اهمیت سینما، که چه قسم ما بتانیم از صنعت سینما با استفاده از مو ذات سینما در خدمت ترویج فرهنگ اسلامی، در خدمت بیان عقایق فرهنگی و اجتماعی جامعه خود استفاده کنیم.
وقتی که موضوعات همراهشان شریک ساختیم و او قناعت کردن، قبول کردن، گفتن که اگر شما بتانین یک سینمایی را که در مسائل اسلامی ما و شرعی ما انعکاس داده شد و ما بتانیم به خاطر ترویج فرهنگ اسلامی و شریعت اسلامی از او استفاده کنیم، هیچ ممانعت نداره، ما میتونیم کنیم. روی این مروز قبول کردن، برنامه ریزی کردیم امروی دوستایی را که میخواستن پارتنر باشن، همکار باشن، مثل موج موسسه صوتی و تصویری موج، شهربالی کابل، افغان فیلم و همچنان از نهادهای خصوصی سینماگرا، انجمن سینماگران جوان امروشون صحبت کردیم، برنامه ریزی کردیم و تا اینکه تانستیم سینما را جشنواره را تا این مرحله برسیم. بسیار خوب، موفقیت برتان خواهان هستیم. چطور شد که این جشنواره نامش دید نو باشه؟ آیا این نام چقدر با محتوا تطابق داره؟ و موضوع دیگه ای که ما فعالیت های البته که در 20 سال اخیر داشتیم، سینماگرای عزیز ما که فعالیت داشتن، چقدر در این جشنواره روشن است، واضح است و فعلا دید نو چی میخوایم؟ هدف از دیدی نو ای بوده که ما در مجموع کل ما شاهد هستیم مردم ما در طول تاریخ با تحولات زیادی روبرو بودن و هر تحول باعث شده که رویشان بشکنه و به نوع ناامید و مایوس شوند. دیدی نو ما به خاطر انتخاب کردیم، گفتیم که در مردم خود انگیزه بتیم، مسئله انگیزشی داشت، انگیزه بتیم که هر دفعه که اگه شما میفتین با یک انگیزه مثبت با انگیزه خوبتر پس دوباره سر پای ساد شوین، هر تغییر و تحولی را که می شما دوباره کوشش کنین به زندگیتان، به کارتان، به حرکتتان، به رفتارتان با یک دیدی نو نگاه کنین و هیچ وقت مایوس نشوین، همیشه راهی را که ادامه داشته ادامه بتیم تعقیب کنین. برای اساس همین ما اومدیم به نام دیدی نو جشنواره نامگذاری کردیم و توم و محتوای اصلی جشنواره که روی او میچرخه و راه اندازی شده، انگیزه دادن به مردم است که با مردم خود رویه بتیم دوباره از این فرصت هایی را که در هر دوره در هر بخش به وجود میه استفاده درست بکنن. بسیار خوب، روی رویه دهی و انگیزه دهی تاکیدتون بیشتر بود. خب حالا استقبال کسایی که فعال هستند در سینما چگونه بود؟ یعنی چقدر استقبال کردن از این جشنواره؟ چه تعداد فیلم‌ها را در این جشنواره خواستند که حضور داشته باشه و جا داشته باشه؟ خب فعلا مرحله اولیه است، تا 20 عمل ما فرصت داریم که دوستا سناریو و طرح‌هایشون ارسال بکنن و خدا را شکر یک تعداد سینماگرای ما بسیار خوشحال شدن و بسیار با آغوش باز این موضوع را پذیرفتن و بسیار صمیمانه همکاری میکنن و یک گلایه کوچکم از یک تعداد از سینماگرها داریم که نامایشان نمیگیریم، مگر آرزوی ما بود که وام امایه بکنن، مگر با تاسف به جایی که امایه بکنن گاهن آگاهانه یا ناگاهانه بعضی موضوعات دامن میزنن، تخریب میکنن و این خوشایند نیست، به خاطر که این فرصتی که بعد از آمده ما باید بتونیم از صنعت سینما، از هنر خود برای بیرون رفت، از مشکلاتی که در جامعه ما وجود داره استفاده درست بکنیم. خوشبختانه استقبال بسیار خوب است از تمام ولایت افغانستان، از 34 ولایت تیمای مختلف داریم، طرح و سناریوهای بسیار زیاد ارسال شده و جای خوشی بیشتری است که تعداد زیادی از خانوما طرح و سناریو ارسال کردن و تا یک تعدادش گفتن ما کارگردان و فیلمساز نیستیم، نویسنده های خوب بودن، طرح و سناریوشون ارسال کردن و به ما اجازه را دادن که در صورتی که خود از او کارگرد امرای کس تفاهم نکرد به خاطر ساخت و تولید فیلم، ما اجازه را داشته باشیم که برای کسایی که تولید میکنن، کارگردان هستن، در ساخت و ساز فیلم مسلکی هستن، در اختیار او قرار بدیم و وای کارو بکنن. بسیار خوب، با امید موفقیت. از بنو هم یادآوری کردین که میتونن در جشنواره سهم داشته باشن و سهیم باشن. خب در مورد ازی اگر صحبت بکنین که شما سناریوها و اینا را که جمع آوری میکنین مطمئنا کدام خط برشان مشخص کردین؟ یعنی روی کدام محتوا، کدام موضوعات پذیرفته میشه در جشنواره و مشخصاً اگر صحبت بکنین که کدام پلیسی مشخص از جانب امارت اسلامی برای کسایی که در بخش سینما فعالیت میکنن و از طریق جشنواره شما میخواین که فیلمایشان به نمایش بره، کدام چیز واضح تا حال نشر شده؟
طبعا دوستان میتونن فراخوان در سایت جشنواره برن، فراخوان جشنواره را دقیق مطالعه کنن، موضوعات روشن است. تنها چیزی را که ما روی او تاکید داریم که فیلمسازا باید متوجه باشن، موضوعاتی را که مغایر با فرهنگ و شریعت اسلامی ما و پالیسی امارت اسلامی است در جشنواره قابل پذیرش نیست. در مجموع دیگه هر آن چیزی را که هر آن موضوع و طرحی را که بتونه به خاطر روی دادن به مردم، انگیزه دادن به مردم و تلاش و تکاپر در جامعه نشان بده، برای ما قابل پذیرش است و ما با آغوش باز میپذیریم. تنها موضوع خط سرخ ما عدم مغایرت با چی است؟ مسائل شریعت و مسائل اسلامی و پالیسی امارت اسلامی. بسیار خوب. قسمی که در گزارش هم دیدیم، آقای لبیب یک مورد دیگه را یادآوری کردن که سریال ها و پخش فیلم ها حتی با محتوای اسلامی هم از نشرات تلویزیون ها قطع شده، به دلیل از اینکه ما بتونیم تشویق بکنیم سینماگرای خود ما را که بتونن فیلم بسازن با محتوایی را که شما یادآوری کردین و تشویق شون. شما این مورد را میپذیرین؟ در این مورد ما باید بگویم که بستگی داره به همت و توان و حرکت سینماگرای ما که چقدر میتونن که از این فرصتی که به دست آمده استفاده بکنن. همیشه زمینه سازی و کار و تحرک و پیشرفت برمیگرده به استفاده از فرصت ها. اگر سینماگرای ما بتونن از این فرصتی که به وجود آمده استفاده درست بکنن، بهره برداری درست بکنن، انشالله ما در آینده میتونیم که در تلویزیون های خود، در سینما های خود، تولیدات وطنی خود که به خاطر ترویج فرهنگ اسلامی، فرهنگ شهری و فرهنگ سازی است، شاید باشیم و به تماشا بشینیم. اگر استفاده درست نشه، طبعا در آینده به بنبست خواهید. بسیار خوب. شما این جشنواره یک آغاز بود، یک امید بود برای کسایی که سینما دوست هستن و علاقمند سینما هستن و به سینماگرای عزیز ما. خب دولت امارات اسلامی افغانستان حمایت کردند که شما پس از 7 ماه مشاهد بودیم که سینمای آریانا درش باز شد و این را تبریک میگیم. حالا حمایت های مالی چگونه است در قسمت جشنواره و کسایی که فیلم میسازن با محتوایی که بیشتر یادآوری کرد؟ ما خب طبعا در شرایطی که ما قرار داریم، هم مردم هم امارت اسلامی با مشکلات اقتصادی شدید روبرو از دهی شکی نیست. فضای اجتماع را که آدم ببینه متوجه میشه. ما جشنواره ما بودجه آنچنانی نداشت که ما بتونیم تمام از این ساخت فیلمایی را که باید در جشنواره اشتراک میکنه بپردازیم. روی ملبوز ما فکر کردیم، پیش خود گفتیم که شرایط اقتصادی خراب است، شاید علاقمندانی باشن و کسایی باشن که توانمندی ساختن یک فیلم دارن، کمره هم دارن، بعضی وسایل هم دارن، شاید هم در راستای اعاشه و اباطه و مسائل ترانسپورت پرسنل خود با مشکل مواجه باشن و اگر ما همکاری نکنیم، شاید یکی از کارهای بسیار خوب یا کارگردان خوب از دست بدیم. روی موضوع ما آمدیم فقط در بخش تولید فیلم، بعد از اینکه آثار از طرف آثار ارسالی طرح‌ها و سناریو از طرف هیئت پذیرش مورد تایید قرار میگیره، ما با کسی که طرح فرستاده بر از او یک کمک هزینه در نظر گرفتیم که کمک هزینه ساخت که او بتونه با استفاده از این کمک هزینه طرح ارسالی خود که مورد تایید واقع شده بسازه و در خط در نهایت برای فیلمایی را که بعد از هیئت داوری در کاتگوری قرار میگیره، اول دوم سوم در بخش کارگردانی و مستند و داستانی و اول دوم سوم در بخش نویسندگی، جوایز ارزنده خوبی در نظر گرفته. سپاس از حضورتان صداقت صاحب، خیلی خوش آمدین. باز هم تبریک باشه براتون. تشکر برای کل سینماگرای عزیز. از آن بیننده وقفه کوتاه می داشته باشیم، از دعایتان فراموش نکنیم.